بررسی دقیق مسائل کشور ایران در چند دهه اخیر نشان می دهد که موضوع ازدواج یکی از سختترین اقدام ها برای افراد مجرد به خصوص جوانان ایرانی است. در کنار همه مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی می توان گفت از اصلی ترین موانع ازدواج مجرد ها مسائل اقتصادی است که البته نتیجه همه آنها چیزی نیست جز مجرد ماندن جوانان. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. افزایش پنجاه ساله هایی که ازدواج نمی کنند این عنوان گزارشی است که برخی رسانه های ایرانی از جمله روزنامه همشهری روز گذشته در مورد موضوع ازدواج منتشر کردند گزارشی که جزئیات و اما اگرهای بسیار زیادی را در دل خود جای داده و از بحرانی از این در موضوع ازدواج افراد مجرد به ویژه جوانان در ایران پرده در بخشی از این گزارش آمده بعضی آمارها نشان می دهند سی ست هزار زن و ست هزار مرد در وضعیت تجرد قطعی قرار دارند و سیزده درصد خانوارهای ایرانی تک نفر هستند. این گزارش در ادامه به اظهارات صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت استناد کرد و نوشت به دلیل فرهنگ سازی های نادرست که استاندارد های ازدواج را افزایش می دهد، افراد در فرصت مناسب ازدواج نمی کنند و در معرض تجرد قطعی قرار می گیرند. وی در ادامه افسود در راه حل برای کاهش آمار تجرد قطعی مسائل اقتصادی و فرهنگی دخیل هستند چه بسا که نگرش های فرهنگی و سبک زندگی تأثیر گذارتر از مسائل اقتصادی است. این گزارش همچنین به اظهارات امیر محمود حریرچی آسیب شناس اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تبا طبع اشاره کرده و نوشت اگر سن دختران و پسران از 35 سال بگذارد و تا این سن ازدواج نکرده باشند احتمال اینکه مجرد باقی بمانند هم بسیار زیاد است و تجرد قطعی خواهند داشت اما شهلا کازمی پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه تهران هم در این باره میگوید برخی از جامعه زنان ایران به دنبال این هستند که بعد از ارتقای موقعیت اجتماعی ازدواج کنند اما در حقیقت نوعی فرصت سوزی درباره خودشان رقم میزنند گفتنیست است با این اوصاف میتوان گفت مجرد ماندن ایرانی ها علل و عوامل زیادی دارد اما نتیجه همه اینها یکی است که آینده ای نه روشن و خوب را در این مسیر رقم میزند علی اکبری اخبار شیعه در همین راستا گفتگویی داشتم با سرکار خانم افت دماوندی انسانشناس و پژوهشگر آزاد در حوزه زنان دین و آسیب های اجتماعی از تهران و از ایشون پرسیدم علت بالا رفتن سن ازدواج و امتناع از ازدواج را در چه میبینید به نام خدا با سلام خدمت شما و بینندگان اخبار شیعه در خصوص سوالی که پرسیدید افزایش سن ازدواج خب ببینید مسلما ازدواج یک امر مهم در روند سلامت جامعه هست چون که نیازهای اساسی ما ها رو پاسخ میده و از همه مهمتر باعث به وجود اومدن بنیادی ترین نهاد اجتماعی و اصلی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده میشه پس بنابراین بالا رفتن سن ازدواج میتونه یکی از معضلات مهم جامعه ما باشه که نگاه خاصی رو به خودش معطوف میداره ولی اونچه که مسلمه با پیچیده تر شدن جامعه و ایجاد خواسته ها و انگیزه های کازه مثل مثلا شرایط مطلوب اقتصادی و یا بهتر بگم شرایط فوقلاده اقتصادی تغییر نگرش فرهنگی در امر ازدواج و یا تغییر نگرش و باورهای دینی نسبت به امر ازدواج شرایط روحی روانی موجب تغییر زائقه اجتماعی ما ایرانی آیگار شده در امر ازدواج وقتی این تغییر زائقه به وجود بیاد خب به طب نیاز طبیعی و قریزی به ازدواج هم به نوعی سرکوب میشه چون که افراد راهکارهای دیگه ای رو برای به آرامش رسوندن خودشون و یا پاسخ دادن به نیازهای خودشون انتخاب میکنند. این روند تا جایی پیش میره که برخی جوانها از ازدواج به طور ازدواج دائم به طور قطعی سر باز میزنن و اونو مانعی برای آزادی خودشون و یا مانعی برای رسیدن به آمال و آرزوهای خودشون تلقی میکنن و در برخی مواقع زمانی به ازدواج تن میدن که نشاط و جوانی خودشون رو از دست دادن و تنها به یک مراقب و یک پرستار در قالب همسر انگار که نیازمند هستند. ولی چیزی که مسلمه و مهمه اینه که این بالا رفتن سن ازدواج میتونه پیامدهایی رو برای افراد و حتی جامعه ما به همراه داشته باشه مثل مسائل روحی روانی مشکلات روحی روانی مثل استراب افسردگی وسواس نداشتن انگیزه رسیدن به پوچی و ناامیدی در بسیاری از موارد روی آوردن به اعتیاد مشکلات باروری حتی کاهش جمعیت مستقیما و ترویج فساد و مشکلات مربوط به اون بنابراین بر با علم به این که افزایش رو به تزاید ازدواج و از دست دادن سن طلایی ازدواج چه مشکلات فراوانی رو میتونه برای جامعه به همراه داشته باشه به همه مسئولان رو دست در کاران وسایل اجتماعی لازمه که این مسئله رو با عنوان مشکل فوریتی بهش توجه کنن و انشالله تمام همه تلاش خودشون رو برای رفع اون به کار بگیرن تا انشالله جامعه توعب با سلامت فکر و سلامت جسم هم در حال هم در آینده داشته باشیم انشاءالله خدا نگه دارتون.